اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، تدفین مخفیانه شهیدان و اعمال نفوذ در قضائیه، تلاش های مبتذلانه حکومت مالکی برای از بین بردن آثار جنایت علیه بشریت در اشرف. مقاومت ایران از ملل متحد می خواهد برای مشخص کردن مکان و زمان دفن شهیدان و شناسایی یکایک پیکرها در محل تدفین اقدام کند و این پرونده را برای تحقیق و محاکمه جنایتکاران به دادگاه بین المللی جنایی احاله دهد. روز شنبه سوم اسفند ماه جاری، ماموران کمیته سرکوب اشرف نامه ای را با امضای نوفل فاضل جواد، افسر مرکز پلیس کمپ اشرف، خطاب به ساکنان کمپ حریه بر روی دیوار مرکز نیروهای عراقی نصب کردند که در آن نوشته است: به منظور اجرای حکم آقای قاضی تحقیق بعقوبه در 20 فوریه 2014 به اطلاع می رسانیم اجساد ساکنان معسكر حریه طبق نامه پزشک قانونی در تاریخ 11 سپتامبر 2013 در استان نجف دفن شدند. اگر ذره حکومت قانون در عراق وجود داشت، این نامه یک فضاحت قضایی و سیاسی بود، چرا که به خوبی نشان می دهد مالکی با به کار گرفتن همه اهرم های اداری و سیاسی و امنیتی و با اعمال نفوذ در دستگاه قضایی در صدد از بین بردن آثار جنایت بزرگ علیه بشریت در 10 شهریور 1392 در اشرف و خلاص شدن از عواقب سیاسی و بین المللی آن و در بردن جانیان از محاکمه و مجازات است. 1. این نامه از تصمیم قاضی تحقیق بعقوبه در اول اسفند صحبت می کند، اما از آنجا که هیچ جزئیاتی از این تصمیم ارائه نکرده، این احتمال را تقویت می کند که در اساس چنین تصمیمی مانند بسیاری دیگر از احکام مورد استناد دستگاه های سرکوب در عراق موهوم و ساختگی است، یا اینکه عوامل مالکی با اعمال فشار به دستگاه قضاییه و به قاضی این تصمیم را از قاضی گرفتند. لذا جزئیات تصمیم تناقضات بیشتری از لاپوشانی های دولت عراق را برملا می کند و به همین خاطر از ذکر این جزئیات خودداری می کنند. 2. این نامه به زمان دفن شهیدان اشاره نمی کند. اگر تصمیم قاضی اطلاع رسانی به ساکنان لیبرتی است، چرا زمان دفن که اولین اطلاعی است که بستگان و خانواده های ساکنان باید از آن مطلع باشند ذکر نمی شود؟ این نامه آن اندازه شتاب زده و غیر حرفه‌ای تنظیم شده است که به جای معسكر اشرف می نویسد اجساد ساکنان معسكر حریه. 3. این نامه محل دفن پیکرها را نیز مشخص نکرده و صرفاً به این اکتفا می کند که شهیدان در استان نجف که با انبوهی شهر و شهرک و روستا صدها گورستان دارد دفن شدند. وانگهی معلوم نیست افرادی که در استان دیالی به شهادت رسیدند و طبق اسناد منتشر شده از سوی مقاومت ایران در پزشکی قانونی بغداد کالبد شکافی شدند چرا باید در استان نجف دفن شوند. 4. معلوم نیست که نامه 11 سپتامبر پزشکی قانونی که پیکرهای شهیدان به استناد آن دفن شده چه نامه است و خطاب به چه کسی است؟ آیا نتایج کالبد شکافی را ارائه کرده و چرا هیچ اشاره‌ای به محتوای این نامه نمی شود؟ از این گذشته، در حالی که جنایت 175 روز پیش به وقوع پیوسته و پزشکی قانونی روز 11 سپتامبر درباره دفن این شهیدان نامه داده است، چرا 165 روز بعد این نامه به اطلاع ساکنان لیبرتی می رسد و دستگاه قضاییه که در این فاصله بارها و بارها مورد مراجعه ساکنان و وکلای آنها قرار گرفته، چرا در این فاصله هیچ اقدامی نکرده و هیچ پاسخی نداده است؟
5. خانواده های شهیدان و نمایندگان رسمی و قانونی آنها در 150 نامه و 69 گزارش روزانه لیبرتی و صدها مراجعه و تماس و ملاقات با مقام های عراقی و آمریکایی و ملل متحد در لیبرتی، واشنگتن، ژنو، نیویورک و بروکسل خواستار تحویل پیکر شهیدان به خانواده ها و دوستانشان در لیبرتی به منظور دفن آنها شده بودند. 6. خانواده شهیدان نیز در اکتبر گذشته در شکایت هایی که در قضایه عراق ثبت کردند، خواستار تحویل گرفتن پیکرهای شهیدان و پیگرد مسئولان قتل عام شدند. 43 تن از مجاهدان لیبرتی، پدر، مادر، خواهر، برادر و اقوام نزدیکان شهیدان دهم شهریور در اشرف هستند و دولت و قضایه عراق همچنان که مقامات ملل متحد و مقامهای آمریکایی از این موضوع مطلعند. 7. جورجی باسین، جانشین نماینده ویژه دبیرکل، در روز 11 شهریور از اجساد 52 شهید بازدید کرد و در پایان این دیدار لیست اسامی شهیدان را دریافت کرد و در مقدمه این لیست که آقای باسین هم آن را امضا کرد تصریح شده است که لیست زمینه مربوط به 52 نفری است که در روز اول سپتامبر 2013 در اشرف کشته شدند. آنها از فاصله نزدیک مورد شلیک قرار گرفته و دست‌های اکثر آنها را بسته و آنگاه در سر یا صورت آنها شلیک کرده بودند. 8. در شامگاه 11 شهریور به درخواست جورجی باستین، پیکرهای 52 شهید به فرانچسکو موتا، رئیس دفتر حقوق بشر یونامی تحویل داده شد. در سند تحویلگیری پیکرهای شهیدان که از سوی آقای موتا امضا شده آمده است، بر اساس توافق بین نمایندگان ساکنان اشرف با یونامی، 52 جسد شهید که در قتل عام روز اول سپتامبر با شلیک گلوله به قتل رسیدند، در حضور آقای فرانچسکو موتا، رئیس دفتر حقوق بشر یونامی، در تاریخ 2 سپتامبر 2013 تحویل داده شد تا زمانی که یک ناظر بیطرف بین المللی برای کالبد چکافی حاضر شود، در سردخانه بعقوبه نگهداری شوند. 9. مقاومت ایران در 5 دی 92 اعلام کرد مالکی در وحشت از عواقب جنایت علیه بشریت از اعلام نتایج پزشکی قانونی و تحویل اجساد شهیدان به خانواده هایشان برای تدفین جلوگیری می کند. طبق اسناد همه پیکرها در روزهای 17 و 18 شهریور توسط پزشک مسئول در پزشکی قانونی بغداد کالبد شکافی شده و در بخشی از گزارش‌های کالبد شکافی که امکان دسترسی به آنها بوده است جزئیات جراحت‌ها و نحوه شهادت هر فرد که عموماً با شلیک گلوله صورت گرفته مکتوب و در اکثر آنها علت فوت اصابت گلوله به سر قید شده است. در گزارش‌های پزشکی قانونی در موارد متعددی تصریح شده است دو دست از پشت با دستبند فلزی بسته شده بود. از آنجا که سازمان ملل و دولت آمریکا بارها و به صورت مکتوب در قبال امنیت و سلامت ساکنان اشرف و لیبرتی متعهد شده اند و از آنجا که نماینده ملل متحد پیکر شهیدان را تحویل گرفته بود، مقاومت ایران خواستار انجام فوری این اقدامات است. احاله پرونده اعدام جمعی و گروگانگیری در اشرف از سوی شورای امنیت ملل متحد به دادگاه بین المللی جنایی به منظور تحقیق پیرامون این جنایت و پیگرد و محاکمه مسئولان آن. مشخص کردن محل و تاریخ دفن شهیدان توسط سازمان ملل و اینکه نمایندگی ملل متحد یک به یک آنها را در همان مزاری که حکومت عراق مدعی تدفین آنهاست احراز هویت کند. اتخاذ ترتیباتی از سوی سازمان ملل برای اینکه بستگان 52 شهید که بسیاری از آنها در لیبرتی هستند
بتوانند بر سر مزار پدران، برادران و خواهران و فرزندان و دیگر بستگان شهیدشان حاضر شوند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 4 اسفند 1392.